سلام به شما آرمکس خفن، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با پست گل فارم هفتگی وفد. هستیم پست شماره 352. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. البته قبل از اینکه ویدیو شروع کنیم باید بگم که اسپانسر این ویدیو تیم وو آنلاینه. حتما به سایتشون سر بزنید، لینکشون تو دیسکریپشن هست. به دیسکورد، تلگرام، اینستاگرام سر بزنید واسه خرید فروش محصولات بلیزارد، استیم، اگزیلر، گیر و بوستر، همه چی. دیگه در مورد اینکه پست هفتگی ووه چیه و چرا ما حرف در موردش ویدیو میذاریم صحبت نکنیم، فقط این اول ویدیو بگم که این ویدیو آموزشی نیست، صرفا خبریه و من هم نظر خودم بهش اضافه میکنم. خب پس اگه خیلی دقیق آموزش نمیدیم ببخشید دیگه، باید ویدیو آموزشی رو دنبال کنید. تیبل آف کانتنت، کانتنت هایی که الان اینجا داره بچه ها، اگزایتینگ تایم اهد. اول در مورد این صحبت کرده که خیلی اتفاقای جالبی داره میفته پیش رومون هست با خبرهایی که تو جشن 3 سالگی ورکرافت بهمون داد. یکی اینکه در مورد این صحبت کرده که خب سرورهای فرش داره میاد، در موردش چند تا ویدیو گذاشتم بچه ها. جمعه شب، یعنی پنجشنبه شب که میریم تو جمعه ساعت 12 به بعد ما لایو استریم داریم، همون موقع هم ساعت 1:30 نصف شب سرورهای فرش میاد، بهترین موقعیت. اینجا هم بهش اشاره کرده و در مورد ریتیل بچه گفته این که قرار بلیزارد پلیر هوسینگ رو از میدنایت بیاره میتونه موقعیت های جدیدی ایجاد کنه، میتونه یک پرفشن جدید کلن به بازی اضافه بکنه که مثلا مثل حالا چوبوری اینجا زده کارپنتری که نیم دقیقا معنیش چی میشه شما تو کامنت ها بنویسید، که شما بیاید وسیله مسیله واسه پلیر هوسینگ بسازید، تو اکشنوس بذارید و بقیه از شما بخرن. خب و من اینو دیدم که چند جا تو ردیت در موردش صحبت کردن، یکی از بچه های ایرانی هم به نام بوکیپر در موردش ویدیو گذاشته بود، دمش گرم. و این قضیه که بچه ها الان خیلی دارن در موردش صحبت میکنن، این که با اومدن پلیر هوسینگ پرفشن جدید هم به بازی اضافه میشه. خب یعنی چیزی که پلیرها و کامیونیتی دارن در موردش صحبت میکنن، بلیزارد در موردش هیچ صحبتی نکرده. و ما چیزی که میدونیم اینه هر موقع که پلیرها میان و به مقدار زیاد در مورد یه مسئله صحبت میکنن به گوش بلیزارد میرسه و بلیزارد اون کارو میکنه. یعنی همین پلیر هوسینگ هم چیزی بود که پلیرها توی فروم بلیزارد، تو ردیت، تو این ور اون ور در موردش خیلی صحبت میکردن و بالاخره به گوش بلیزارد رسید و بلیزارد پلیر هوسینگ آورد. الان این بحثی که برای پلیر هوسینگ پرفشن جدید به بازی اضافه بشم خیلی تو کامیونیتی داره میچرخه و به نظر من به گوش بلیزارد میرسه و احتمال این که بیاد خیلی زیاده. یعنی حتی اگه بلیزارد قصد نداشت که همچین کاری بکنه، الان با درخواستی که پلیرها ازش دارن احتمالی که این کارو بکنه خیلی زیاده و این خیلی جالب میشه که ما تو اکسپنشن بعدی، تو اکسپنشن میدنایت، پرفشن جدید داشته باشیم که وابسته به همین پلیر هوسینگ باشه. به نظر من خیلی جذابه. میتونه حالا مثلا سکندری پرفشن باشه یا مین پرفشن باشه، بیاد ببینیم چطوری میشه. ولی به هر حال بچه ها میدنایت و این پلیر هوسینگ 100% سری موقعیت گولد فارم جدید داره. امیدوارم تیبل یا گاردن توش داشته باشه. میدونید که تیبل و گاردن چیه دیگه، نخوام توضیح بدم. بچه ها که شادولند یا نسخه قبلی رو بازی کردن میدونن از دراگون فلایت به این ور بلیزارد تیبل و گاردن رو کلا برداشت، ولی عجب چیز خفنی بود تیبل و گاردن. نه پلیر هوسینگ بچه خلاصه چیزی که خیلی دوپ و هایپه، بیاد ببینیم چه اتفاق قراره بیفته. بعد در مورد این صحبت کرده که ایتس نات تو لیت بچه، و در مورد این صحبت کرده که کسی که تازه میخوان وارد وورلد اف وارکرافت وار وی تیم بشن خیلی سریع میتونن پروفشنشون رو آماده کنن. کامل توضیح داده که آقا اول برید شغل های دیگه رو بگیرید، شافل کنید، برید به نالج پوینت هایی که میشه جمع کرد و جمع کنید، به قول گفتنی کچاپ نالج هاتون رو بگیرید، آرتیساناتون رو جمع کنید، بعد برید شغل اصلیتون رو بگیرید که قشنگ برسید به بقیه. کامل توضیح داده. خب من در مورد این بچه‌ها ویدیو گذاشتم، یه ویدیو گذاشتم چند وقت پیش، در واقع همونی که قبلا داش توضیح میده دوباره داره توضیح میده واسه بچه‌ای که تازه اومدن تو بازی. من دیگه تو این بخش خیلی نمیمونم و سعی میکنم ازش گذر کنم. اگه نمیدونید داستانش چیه، بذار یه جور ساده‌تر بگم. اگه تازه میخواید وارد ورلد اف وارکرافت وار وی تیم بشید و از سیستم کچاپ نالجی که بلیزارد برای پلیرهایی که دیر وارد بازی شدن گذاشته خبر ندارید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی که لینکش تو دیسکریپشن میذارم ببینید. توی اون ویدیو من کامل اینا رو توضیح دادم، پس دیگه دوباره بهش نمیپردازیم. اون ویدیو رو حتما ببینید، توی صرف تا صد توضیح دادم که چجوری خودتون رو، کسی که دیر وارد بازی شده خودش رو آماده کنه و سریع برسونه به بقیه و پرفشنالش رو فول کنه. اینجا هم کامل توضیح داده. یک چیز دیگه که اینجا در مورد صحبت کرده در مورد اون بچه‌هایی که
کاراکتر آلت زیادی دارن، اومده گفته اگه کاراکتر آلت زیاد دارید میتونید روی کانسوریشن تمرکز کنید. یه ویدیو هم گذاشته. حالا ما اگه بخوایم این ویدیو رو باز کنیم و ببینیم دقیقاً توش چی گفته، تایم ویدیو خودمون خیلی طولانی میشه. لینک این قسمت از وفه تو دیسکریپشن هست. اگه علاقه دارید به این موضوع کاراکتر آلت زیاد دارید، حتما برید این ویدیو رو ببینید. در مورد این صحبت کرده که چجوری با کانسوریشن از آلت آر میتون استفاده بکنید و کلی سود به دست بیارید. در مورد این کانسوریشن من قبلا تو ویدیوهای قبلی هم تا حدی صحبت کرده بودم. کانسوریشن یه سری بچا از کانسوریشنشون استفاده نمیکنن، هیرو دارن ولی چون زیاد از پرفکشنشون استفاده نمیکنن، کانسوریشنشون دست نخورده است. کانسوریشنی که هیروی شما داره، اون سهمیه که هیروی شما داره به عنوان کانسوریشن مساویه با گلد خالص. خب پس بهتره که هر چند تا هیرو داری بری از کانسوریشنش استفاده کنی، تبدیلش کنی به گلد. این ویدیو هم توضیحات بیشتری قسمت‌های قبلی هم اگه ببینید بیشتر توضیح دادیم، دیگه روش نمیمونیم. یه داداش اومده گفته من با کرافت کردن آیتم‌های پی وی پی تونستم کلی گلد به دست بیارم. TSMش هم اینجا گذاشته، گفته من تو سرور آمریکا این کار کردم، شما میتونید بیاید همین TSM منو کپی پیست کنید تو سرور اروپا، همین روند رو پیاده کنید. چیزی که اینجا میبینیم 2,000,000 گلد به دست آورده، در روز حدوداً 30,000 گلد داشته میفروخته. پترنای بچه ها پی وی پی رو گرفته، آیتم پی وی پی ساخته. دقیقا چیزی که اینجا داریم به هم دیگه میبینیم، میتونه باحال باشه، میتونه سودمند باشه، به شرطی که یه خوده با دقت این کار رو انجام بدید و سود خیلی زیادی نداره. مثلا روزی 30,000 گلد در آورده ولی کار خاصی هم نکرده. بچا 4 تا کلیک زده با TSM برای ساخته و گذاشته تو اکشن هاوس. میدونی چی بهتون میگم و بهتون پیشنهاد میکنم اگه علاقه دارید به همچین چیزی، به این قسمت از سایت وفت سر بزنید و قشنگ دیتای TSM شو کپی پیست کنید واسه خودتون. شما هم این کارو ترای بدید. طبق گفته‌ای که حالا خودش گفته اگه کپی پیست کنید TSM میتونید 100% سود داشته باشید با ساختن و کرافت کردن و فروختن آیتم های پی وی پی که بالاخره خواهان خودشو داره. خیلی هیرو کاراکتر آلت میارن بالا و درجه میرن براش آیتم پی وی پی از سو اکشن هاوس میخرن، مخصوصا کسایی که بتل گراند و آرنا میزنن. در آخر در مورد کراس ریلم فیلیپینگ صحبت کرده. کراس ریلم فیلیپینگ چیه؟ 14K همونطور که میدونید شما با سیستم واربندتون میتونید برید از توی ریلمی یه آیتمی رو بخرید بیارید توی ریلمی دیگه بفروشید. خب و الان یه سری ها گیج میشید میگید داداش مگه آیتما قیمتش تو آکشن هاوس همه ریلم های یکی نیست؟ نه بچا، غالب آیتما، آیتم های کانسومبل، آیتم های مصرفی مثل هرب، ماین، پوشن، فلاسک، اسکین، پوست، خب آیتم های مصرفی تو همه ریلم ها قیمتش یکی، اکشن هاوسش یکیه. ولی آیتم های بیویی، آیتم هایی که مصرفی نیستن مثل یه ویپن، مثل یه هد، مثل یه مانت، خب آیتم های بیویی قیمتش تو هر ریلم با ریلم دیگه فرق میکنه و شما میتونید خیلی راحت با سیستم واربندتون، با بانک واربند گلد بفرستید توی ریلم دیگه، اونجا برید آیتمی رو ارزونتر بخرید بیاید تو ریلم خودتون گرونتر بفروشید. اینجا در مورد همین موضوع صحبت کرده. یکی که گفته یه خورده سخته این کار چون آیتمایی که ارزش بالایی داشته باشن معمولا کسایی که اسنایپ میکنن یا کسایی که بات میذارن روی اکشن هاوس درجا میخرن. یه داداش دیگه اومده اینجا گفته که شما باز میتونید سود داشته باشید. یه سری آیتم مخصوصا ترانسموک ها که فروشش کمتره رو شما راحت تر میتونید پیدا کنید و بفروشید. البته اینا در نظر بگیرید که دقیقاً چیزی که اینجا نوشته اسلو آیتم ویل استیل بی اسلو تو سل، فاست سلینگ آیتم ویل استیل بی فاست تو سل. یعنی اینکه اگه آیتم مثل ترانسفورمر که طول میکشه تا فروش بره، اینم در نظر بگیرید که احتمال داره طول بکشه تا فروش بره. اگه هم روی آیتمی رو میخواید که آیتمی که فست فروش میده، پس سعی میتونید بفروشیدش. اینجا یه سری توضیحات چند خطه داده، گفته آقا من توی گیلدم یه عالمه ممبر داریم تو گیلد، در مثلا هفته کلی آیتم میخریم که آیتمایی مثلا توی نیستش که توی همه رلما یکی باشه، آیتم بیویی مانت پت مثلا اینجور چیزاست. و میگه من تو گیلد این شکلی هم که میرم ارزون ترین آیتمو پیدا میکنم و توی هر ریلمی که هست بعد مثلا میام به اعضای گیلدمون میدم. بعد میگه با اینکه اعضای گیلد من همشون میدونن که چه قضیه چیه، همشون میدونن که با واربند بانکشون میتونن برن از یه ریلم دیگه خرید بکنن و خودشون آیتمو ارزون تر بخرن، ولی این کارو نمیکنن. معمولا به من میگن، منم ازشون یه سودی میگیرم و بهشون میفروشن. و اینجا هم نوشته دقیقاً بچه چیزی که نوشته اینه که با اینکه ملت همشون میدونن که این کارو میتونن بکنن ولی تو 70-80% مواقع این کارو نمیکنن سر تنبلی. خب این نمونه شو من خودم تو لایو استریم داشتم. تو لایو استریم یکی از بچه‌ها اومد، فکر کنم عباس بود، اومد گفته شیمان تو از کجا گرفتی؟ گفتم از اکشن هاوس گرفتم. رفت درجا از اکشن هاوس بخره، بهش گفتم بابا
یه چک بکن قیمتشو ببین تو کدوم رلم ارزون تره، برو تو اون رلم بخر. بعد بچه ها تو چت اینطوری بودن که حالا فوقش 10 کی گرونتر یا ارزون تر، کی حال داره بره قیمت چک کنه، تو رلم خودت بخر. اوکی، یعنی میخوام بگم که غالب پلیرها، حتی فارمرایی که این قضیه رو میدونن، خیلی بهش توجه نمیکنن و میرن تو رلم خودشون یه کله آیتمو میخرن حتی اگه گرونتر باشه. اگه بخوام بهتون بگم، مثلا شما میتونید تو سایت اندرماین اکسچنج، این سایت اندرماین اکسچنج باشه دقیقاً به همین اسمی که آوردم توی گوگل سرچ کنید میاد. اینجا میتونید آیتم هر آیتمی رو بچه تو هر رلمی که خواستید قیمتش رو سرچ کنید. برای مثال بچه من یه آیتم رو رندوم آوردم، خب نگاه کنید این آیتم بچه قیمتش تو رلم های مختلف هست. تو رلم مثلا رلم آریا پیک 100 گلده، تو رلم مثلا آنتونیو دیاس 40 گلده، تو رلم مثلا آرچیموند 200 گلده. تو رلم های مختلف این آیتم قیمت های مختلف داره. خب و برای مثال یه کسی که تو رلم مثلا شاترد هالز هست، حوصله‌اش نمیکشه این سایت رو باز کنه، قیمت آیتم رو چک کنه و بخواد بره توی رلم که ارزون تر است بخره. تو همون رلم خودش به قیمت 1000 گولد میخره، اوکی، در حالی که میتونه توی رلم دیگه به قیمت 39 گولد بخره. و این چیزیه که واقعیت داره، یعنی با به خاطر تنبلی، به خاطر اینکه حوصله ندارن این سایت اندرماین اکسچنج رو باز کنن، آیتم رو توش سرچ کنن و یک نگاهی به قیمت اون آیتم تو رلم های مختلف بندازن، دوست ندارن انقدر راهو برن، بعد بخوام برن تو اون رلمی که قیمتش کمتره گولد بفرستن با واربن بانک، بعد برن بخرن دوباره برش گردونن. خب یه پروسه ایه که یه خورده به قول گفتنی صبر و تحمل میطلبه و خیلی این صبر و تحمل رو ندارن، سریع فقط میخوان بخرن کارشون تمام شه، در جاز اکشنوس خرید میکنن. و قطعا کسی که زرنگ باشه، یه خورده از آیتم ها شناخت داشته باشه، میتونه از طریق همین سیستم واربن گولد خوبی به دست بیاره. شما طریق همین سایتی که بچه بهتون معرفی کردم خیلی راحت میتونید قیمت آیتم ها رو تو رلم های مختلف چک کنید، برید از رلمی که قیمت آیتم ارزونه بخرید، برید تو رلمی که قیمت آیتم گرونتره بفروشید. و باید سعی کنید رو آیتم های این کارو بکنید که فروش بیشتری دارن. اگه شما روی آیتم این کارو بکنید که فروشش پایینه، تا زمانی که تا بخوای بفروشید شاید تو رلمتون قیمتش بیاد پایین. ببینید چی بهتون میگم. و یه خورده اطلاعات و دانش از گیم میخواد انجام دادن این کار. بهتون پیشنهاد نمیکنم که این کارو انجام بدید اگه تازه وارد هستید. ولی اگه تازه وارد هم هستید، هر وقت خواستید آیتمی از اکشن هاوس بخرید که آیتم بی او ای بود، یعنی آیتمی نبود که قیمتش تو همه رلم های یکی باشه، کانسومبل مصرفی نبود، قبلش اسم اون آیتم رو تو سایت اندرمان اکسچنج سرچ کنید، ببینید اون آیتم تو کدوم رلم ارزون تره. حالا نمیخواد روی این قضیه سود کنید و برید ارزون بخرید گرون بفروشید اگه اطلاعاتتون پایینه، ولی حداقل وقتی خودتون میخواید یه آیتمی رو بخرید، میتونید برید تو اون رلمی که ارزون تره بخرید و خیلی گولد خرج نکنید دیگه. مثلا یه مانتی بخوای بخری، آیتم بی او ای بخوای بخری، ترینکتی بخوای بخری، وی پنی بخوای بخری. و اینم بود از پست هفتگی گولد فارم این هفته وفد. مهمترین چیزی که توش بود این بود که احتمال داره اکسپنشن بعدی پرفشن جدید بیاد. من که عاشقشم و دوست دارم که زودتر ببینمش. نظر شما چیه؟ حتما همین پایین تو بخش کامنت ها نظرتون رو بنویسید. من هر شب ساعت 11:30 به بعد تو کانال دوم یوتیوب و توی توییچ هم بچا استریم دارم که لینکش تو دیسکریپشن هست. همین الانم هم که داره این ویدیو پخش میشه ما تو لایو استریم هستیم. ممنون میشم به لایو استریمم سر بزنید.